بابا سلام علیکم، حال احوال چطورین؟ خوبین؟ چه خبر؟ چیکار میکنین؟ اوضاع احوال رو به راهه؟ من اومدم با یک داستان دیگه در مورد دیتینگ. این دفعه میخوام باید نباید های دیتینگ رو بگم که اصلا آقا جان ما میریم دیتینگ چه کارهایی رو بهتر انجام بدیم، چه کارهایی رو بهتر انجام ندیم. قبل از اینی که بخوایم به این برسیم که اصلا توی موقع دیت چیکار کنیم، یه چند نکته قبلش میخوام بهتون بگم. اینی که چجوری طرفمون رو انتخاب کنیم و بعدا تو ویدیوهای دیگه میگم، و الان چند نکته میخوام قبل از اینی که شروع به دیت بکنیم، یه سری چیزا رو باید رعایت کنیم. اولا که این بلبل عزیز رو میشنوی داره میخونه، ساکت شد. خب اول از همه اینه که حالا اینی که چجوری انتخابش کردی، چجوری مثلا فیلترش کردی، اینا اونا بماند. ما میخوام راجع به اینی که توی دیتینگ چجوری از زبان بدنمون درست استفاده کنیم، چجوری کدوم مراحل رو درست انجام بدیم صحبت کنیم. اولین نکته دیتینگ اینه که با اون طرف، چه اگر که از قبل با هم تو مهمونی دیدین، چه نداره تو ایران شماره گرفتید، اینجا این یکی به تو معرفی کرده، آنلاین پیدا کردید، همون هر چی، اولین نکته اینه که دیت اول قرار تو خونه نذارید، قرار شام نذارید. دیت اول قرار چیه؟ کافی تایم. یه کافی میرین، یه کافی شاپ ساده و یه قرار کافی میذارین. بعد یه کاری که خوبی که میتونین بکنین، به خصوص اگه آنلاین آشنا شدین، که من همیشه میگم اینه که یه جوری قرار بذارید با یه ددلاینی تش. مثلا من همیشه به کانتا میگم بگین آقا من امروز مثلا یه ساعت وقت دارم بعدش کار دارم، که گیر نندازتتون اونجا، چون خیلی وقتا اون اولش نگفتن کار سختیه، اتفاقا جذابیت هم ایجاد میکنه. آویزان که من تا شب و تا پس فردا و تا کل ویکند کاری ندارم تو به من بگو من چیکار کنم، از اون حالتا نباش. خب پس اول ماجرا اون جایی که قرار میذارید. آها، بعد طرف اصرار میکنه میگه وای حالا من نمیتونم، حالا من ماشین ندارم، حالا من نمیدونم سختم درایو کنم، حالا من اینا اوبر سنپ هرچی بگو بگیر و بیا من میبینم. و اگه یکی عزیزم جانم برای دیت اول برای تو تلاش نمیکنه که تو رو بیاد ببینه، حاضر نیست یه بهایی بده، فقط میخواد بکشتت خونه، هیچ امیدی برای اینکه این بدن عوض میشه نداشته باش. این به زبان بی زبانی به تو میگه بیا خونه کارمون رو بکنیم، برو که من نیست و نابود شم. درصد مواقعی که من شنیدم که گفتن نه به دیت دوم و سوم رسید، اصلا رابطه به جایی رسید، زیرو. بی واقعیتیه. یعنی اینی که بر خودتون ارزش قائل بشه، هی فکر نکنید ممکنه این مطمئن متفاوت باشه، نظام متفاوت نیست، اینم همونه، فرق نمیکنه. اوکی، بازم انتخاب خودتونه ها، از من گفتم بود. دوم اینه که وقتی باهاش قرار میذاریم، قرارم باهاش میذاریم دم در خونتون، نذارین که بیاد براتون داره، یا با هم دیگه مثلا خودتون نه اون رو بردارین، قرار دم در اون جایی بذارید که قراره ببینینش. حواستون باشه که وقتی که یکی دیر میکنه، از دفعه اول دیر بودنش و آن تایم نبودنش و عدم احترامش به زمان نشون میده. من نمیگم که اگه یه بار دیر کرد بگید دیگه دیدی این دیگه دیر کنه من بهش فضا مکان نمیدم، نه، ولی حواستون باشه که خب وقتی این یه دفعه بهتون داره اینو نشون میده، احتمال اینکه دفعه های دیگه اتفاقا زودتر بیاد خیلی کمه، احتمالش کم. بعد میریم به همون قهوه. آقا دیگه یه قهوه است دیگه، کافی شاپ میریم، مینیمم هزینه است به نسبت دیت های دیگه. ببینین چقدر براتون هزینه میکنه یا چقدر تعارف میکنه. اگه دختره ببینین که اون خانم چقدر اینیشیت میکنه، تعارف میکنه. حالا تو فرهنگ ما ایرانی اینجوری که ما باید حتما تعارف کنیم، نه تو رو خدا من تو. به هر حال ببین، برای من یه چیزایی استاندارده و ارزش ولیو. من میدونم سه تا ارزش اولیه من الان چیه، بر اساس اونا یه سری چیزا رو انجام میدم ها، و سری انتظاراتم از طرف مقابلم دارم. شما ببینید ارزشتون چیه. اگه براتون زنی که دستش تو جیبش باشه، یک زنی که عرض به حضور شما که پا باشه، یا مردی که براش پول خرج کردن کار سختی نباشه، راحت بتونه هزینه کنه، مهمه، شما از دیت اول اینا رو میبینید. بعد یه نکته هم بهتون میگم راجع به دیت، کلن حداقل 3 ماه اول و وقتی گرادوال آروم آروم میرین جلو، اگه دنبال رابطه جدی هستی، یا من اینا همون رابطه جدی، اگه دنبال فول راند و رابطه معمولی هستی که هیچ هم اشکال نداره، استانداردها فرق میکنه. برای اون رابطه باید ببینیم، یه غیر جدی رو بگم، برای رابطه غیر جدی باید ببینید چقدر باجت گذاشتی برای این رابطه، بودجه چقدر برای این خوشخوشانه دور خود گشتن، بر اساس اون بودجه برو جلو، بر اساس اون بودجه ببینید که گیر به یه سری چیزایی نباید قانونم بدی. ولی وقتی دنبال
دیتی که هستی که میخوای منجر به یه رابطه جدی بشه، ازدواج بشه، سیچویشنشیپ نیست، برید اپیزود سیچویشنشیپ یا رابطه بلا تکلیف رو گوش کنید تو پادکست. اگه اون نیست دیگه تکلیفتون رو باید بدونین که آقا جان پس من چیکار کنم، من میدونم که اینا ولیای منه، من نگم کنم بر اساس این ارزش ها این آدم داره انجام میده. خیلی وقتا این حسی که مثلا طرف در رو برای شما بگیره، اگه آقاست، اگه خانومه، وقتی که در رو برات میگیره میره، حواسش باشه که این در رو سر تو بسته نشه، همجور سرشون اندازه بره پای. اینا همه چیزای دو طرف است. یه آقایی از مخاطبین من فکر کنم توی پادکست بودن، یه آقای جوانی بودن، اومده بودن برام مسیج دادن که شما مثالاتون فقط مال خانم هست. خب آخه عزیزم دارم، من فقط من خودم خانومم، ناخودآگاه میاد دیگه، من سعی کنم مثال برای آقایانم بزنم. مرسی که بهم فیدبک میدید، فیدبکاتون زیر همین ویدیو بنویسید، من حتما اعمال میکنم. بعد اینا بهتون گفتم، از اون در کافی شاپ وارد شدیم رفتیم، وقتی داره اوردر میده، اگه آقان دارن برای شما اوردر میدن که شما خانومی، ببینید نظر شما رو لحاظ میکنن یا نظر خودشون رو تحمیل میکنن. اگه خانومن دوباره نگاه کنید ببینید چقدر بلا تکلیفه، میدونه چی میخواد یا نه، حالا نه تو چی میخوای نه هرچی تو گرفتی، اینا هیچ کنون بد و خوب نداره، اینا تیپ شخصیتی ماست. بعد برمیگردیم به زبان بدن هر کدومتون توی دیتینگ. ببینید اون آدمی که قوز میکنه از اولش یه جوری انگار دستاش آویزونه، چه زن چه مرد فرق نمیکنه، نمیدونه چجوری برخورد کنه، اون از اول با زبان بدن داره به من نشون میده که من اعتماد به نفس بالایی ندارم. It's okay اگه یه نفر براش مهم نیست اعتماد به نفس بالا داشتن طرفش توی ارزشای هسته‌ای براش مهم نیست، خب چه اشکال داره، ولی من میفهمم که خب این اعتماد به نفس. یه قدم عقب‌ترم برم، یادم رفت اینو بگم، توی زبان بدن و اصلا فیزیکال اپیرنس ظاهر آدما، وای از بو، وای از بو، عطر دوش نگیرید، اوت کلون دوش نگیرید، به این فکر کنین که من این بوی عطر رو دوست دارم، شاید طرفم دوست نداشته باشه، اصلا شاید الرژی داشته باشه. به جای اون من میتونم چیکار کنم؟ همونی که توی مصاحبه کاری گفتم، قشنگ دوش بگیرید، تمیز باشید، لباستون از سر تا پا کاملا شسته باشین، همه چیز تمیز باشه. اگرم خواستید عطر اوت کلون بزنید خیلی کم، خیلی ملو بزنین که یه چیزی اون زیر باشه، یه بویی بیاد، ولی اونجوری تند نباشه که بزنه. اگه خانم هستین به ناخوناتون برسین، لازم نیست الزاما لاک زده باشید، فقط لازم اینه که مرتب باشه. اگه آقام هستید همینجور، خیلی مهمه که دستاتون چجوری خودشون نشون میده، دست یک فاکتور بزرگه، لازم نیست هزار تا ساعتون من طلا و چیزای کت کلفت ازتون آویزون باشه، ولی مرتب باشه. اگه لاک ندارین یا اگه مرد هستید، حتما زیر ناخونا باید ببین، باور کنین به نظر خیلیاتون اینا ساده میاد، ولی من خودم دیت اول داشتم طرف اینا رعایت نکرد. یا مثلا پیرهن میپوشید، چه روپوش چه پیراهن چه هر چی بود، دور پشت یقه حواستون باشه، این دور سر آستینتون حواستون باشه، اگه آستین کوتاه پوشیدید آقا هستید حواستون باشه به آرنجاتون حتما کرم بزنید. چی میگن یه لغتی داره، کبره نزنه، عرض به حضورتون. بعد اگر که چه مرد چه زن حواستون باشه، خیلی وقتا پشت من، خودم پشت گردنم خیلی الرژی میشه، بعد میخارونم پوست پوست میشه، بعد حتما همیشه حواسم هست قبل از بیرون اومدن خونه حتما برم یه دوش بگیرم، بشورم، کرم بزنم. هم مراقبت از خوده، هم که خیلی سرشون شروع داره نریزه دور این یقه، مواظب باشین قبل از که از خونه بیام بیرون. آها، سگ گربه اینا همه مال زبان بدنه، سگ گربه اینا دارین، این به درد مصاحبه کاری هم میخوره. خواهش میکنم قبل از که از خونه بیایم بیرون با اون رولا لباساتون رو تمیز کنید. یا اگر احیانا مثلا یه دونه تو ماشین یا تو کیفتون داشته باشین که اگه یه موقع دیدید ای وای یه تیکر میز کردم، تمیز کنید، چون خیلی ترنافه، ترنافه یعنی میزنه زده حاله. بعد و خیلی هم بعضی موقع بو هم میاد ازشون. البته من خیلی مشام قوی دارم نسبت به سگ گربه، اصلا متوجه میشم اگه یه نفر سگ گربه داره، حالا بماند بدون حضورش از بو. حالا اون بماند دیگه، بریم جلوتر. خلاصه اونو گرفتین نشستین، آقا هورت نکشید. من میدونم خیلی از کالچرا هورت کشیدن براشون اوکیه، ولی شما که اون کالچر نیستید، اگه ایرونی رو دارین دیت میکنین اینا رعایت کنین، هورت نکشین، یه دفعه همه رو چهارشاخ نخورین. حالا بریم سر خوردن. موقع خوردن یه آقا و یه خانومی با هم رفتن دیت، یکیشون که رفته کافی و کیک و حالا تو رستوران باشه
مثلا موقع غذا خوردن، حواستون باشه به تعداد کارت چنگال باشه، حواست باشه که عرض به حضورت که وقتی تموم میشه یه قاشق رو یه بر ننداز، چنگال رو یه بر، اینا رو بذار کنار هم کج. اینا جزء آداب غذا خوردن. دیگه چی میخواستم بهتون بگم؟ من یه آقایی رو باش کار میکردم که اصلا سر دیتینگ اومد و سراغ من، که اصلا از اول شروع کرد ارزش های دیتینگ رو با من دوره کرد، ما جدولش رو براش آماده کردیم برای دیتینگ و شروع کرد بیرون رفتن. بعد من گفت ببین این برای من خیلی ترنافه که این انقدر این خانم روژ لب عجیب و غریبه، اینا هم به من گفت عجیب و غریب زده بود، که وقتی به گیلاس آبش، به لیوان آبش لب میزد، یه تیکه گونده قرمز اینجوری، من هیچ احساس میکردم یه تیکه لبش اومده این رو. بر من خیلی جالب بود، بهش گفتم این سلیقه یا نمیگم بکنین نمیگم نکنین، بعضی وقتا فکر خیلی سکسیه، به نظر منم نیست، حالا باز خودتون میدونید. بهش گفتم چیش برات عجیبه؟ گفت برای اینکه احساس میکنم که چقدر به خودش چیز میزده که با یه قلوب آب خوردن اینقدرش وارد لیوانه شده، چسبیده به لیوان. بهم گفت رو قاشقش هم همین بود، به نظر من این تو ماچ بود. خب اون براش مهم بود که اون خانومی که باهاشه طبیعی تر باشه، میدونی. حالا اینا جزء استانداردهای ماست. اگر منظور من اینه که اگر اونجوری رژ لب زدین خانومین، اونقدر رژ لب زدین که مثلا ممکنه بده، خب یه چیزی بزنین که واتر پروف باشه، که ضد آب باشه، که به جای نچسبه. به نظر من هم نماد بیرونیش خیلی قشنگ‌تره. حالا باز این سلیقه‌ایه، من فقط گفتم که بهتون بگم این خیلی چیز سکسی به نظر نمیومد، اگه اینتنشن طرف سکسی بودن بوده. بعد توی غذا خوردن، بعد حالا سوالا، وقتی نشستین اونجا، یک، وقتی میرین تو دیت اول تا دیت سوم چهارم از اکستون صحبت نکنید. یه نفر، من سلماس، شما یا علی آقا یا هر کس دیگه، ما نمیریم تو دیت که یه نفر بشنه از یه شخص سومی که اتفاقا هم جنس من هم هست بشنه برای من صحبت کنه. این اصلا جذابیتی نداره. اون رابطه که تموم شده، من و تو نشستیم همدیگه رو بشناسیم، چرا اون رو داریم میاری وسط؟ حالا اون دکتر بوده، مهندس بوده، نمیدونم زیبا بوده، نازیبا بوده، به من چه ربطی داره؟ این رد فلگه. اینی که یه نفر بشینه هی از اکسش تعریف کنه، من قبلا این کارو کردم، من قبلا با فلانی تو رابطه بودم، بعد فلان شده با من این کارو کرد، اینا درست نیست. قبل از دیت بشینیم فکر کنیم، بگیم من قرار راجع به چه چیزهایی با این آدم صحبت کنم. چرا من همیشه توی توست ماسترز که راجبش صحبت کردم، بازم شاید یه روزی ویدیو بسازم، ما چون برای پابلیک سپیکینگ بود صحبت در جمع، به ما میگفتم وقتی آدم ها به حرفتو گوش میدن باید ببینن what's in it for them. الان من یه عالمه فکر کردم که راجب چی باید صحبت کنم و به این فکر کردم what's in it for you، یعنی چی برات داره به حرفای من گوش کنی. امیدوارم برات چیزی داشته باشه، وگرنه اینی که یه نفر بیاد بشینه دو ساعت از اکسش صحبت کنه، آخه اون یک بنت بعد خود چرا باید بره بشینه اینا رو گوش کنه؟ ده تو اون اکس، تو اون دیت من که همش میگفت مامانم میگه من اینم، با خواهرم میگه من فلانم، من تخم دو زرده جهان هستی، هم میگفتم بابا کامان دیگه ول کن. بعد یعنی میخوام بگم با این کارا میتونی راحت طرف رو برای همیشه از زندگیتون بندازید بیرون. دیگه اینا رو همه رو بهتون گفتم و فکر کنین که من برای چی اومدم تو این دیت، هدفم برای دیته که با این آدمم چیه، دقیقاً چه چیزهایی میخوام بدونم. من همیشه میگم زیاد سوال کن، بذار طرف برات حرف بزنه از زندگیش، از اتفاقات، قطعش نکن، زود روش نظر نده. یا مثلا یکی برمیگرده میگه من قرمه سبزی دوست دارم، من اتفاقا خیلی قرمه سبزی دوست داشتم، پریروز اینجوری بود، من این کارو کردم. نه، اون اجازه بده که اون مبحث در مورد اون آدم باشه، تو مبحث خودتو بیار، فضا بده، اکتیو لیسنینگ، گوش دادن فعالانه رو تو این ماجرا بگنجون. ما تا دیت اول رفتیم، چون دیگه من بیشتر از 15 دقیقه نمیخوام بشه هر ویدیویی، دیت دوم و قسمت بعدی راجع بهش صحبت میکنیم. دیت اول پس قرار ما این شد که یه سری آداب مشاهده رو رعایت کنیم، توی اپیرنس و ظاهر ما سه چیزا رعایت کنیم، اینجوری نباشیم، سر بالا مواظب باشیم که چجوری میشینیم، لباس تمیز، همه چی اینا رو که گفتم، و مدل خرج کردن همون برای همون قهوه، هرچی. دیت اول تحت هیچ شرایطی خونه اون طرف نمیری، چه دختر چه پسر، کسی که وقت نداره، هزینه نداره از خونه بیاد بیرون و به هر بهانه‌ای میگه بیاد، اون داره دیت آخر رو طراحی میکنه، نه دیت اول. و اون اگه یه نفر برات ارزش قائل نیست که پاشه بیاد کافی شاپ، حتی دیگه پس فاتحه مع السلامه.
بعد همه اینا رو بهتون گفتم. تو مکالمات دیت اول یه قسمتی که نشون دهنده اعتماد به نفس و عزت نفس بالای اون طرف هست، اون قسمتیه که فضا میده به اون آدم مقابلش که صحبت کنه، نظرش رو بگه، حتی یه نظر مخالفشه. شخصی نمیگیره، به خودش نمیگیره و اجازه میده که کشف کنه، به جای اینی که بخواد مجاب کنه طرف رو. سعی میکنه طرف رو کشف کنه، دیسکاوریه، بیشتر از اینی که بخواد بگه نه من درست میگم تو غلط میگی. این از دیت اول. برای دیت دوم فکر کن قراره چی بپوشی، کدوم رستوران دوست داری بری، دیت دوم دوست داری با چه فاصله از دیت اول بری. تو کامنت ها این پست بنویس تا بریم سراغ دیت دوم.